سلامتان میکنم تا که سلامت باشید عزیزان، یاران، بزرگواران که به ما میپیوندید. خب بریم سوال بعدی رو با همدیگه آغاز کنیم. سوال اینه که من خانم 45 ساله هستم، همسرم 56 سال داره، دخترم پسردایی هستیم. همسرم چند سال معتاد به حشیشه و الان 5 سال که ترک کرده، خدا رو شکر، ولی با هم تفاهم نداریم. 2 تا پسر 22 ساله و 27 ساله داریم. خیلی دلم میخواد جدا بشم، ولی به خاطر اینکه پدر و مادرم رو از دست دادم بهش خیلی وابستم، دوستش دارم. سر مسائل جزئی با هم جر و بحث میکنیم، اصلا احساسات منو درک نمیکنه. خیلی خسته شدم از زندگی، ناامیدم. هفته ای نیست که با هم قهر نکنیم. خانواده شوهرم خیلی منو اذیت کردن، ولی همسرم خیلی اونها رو دوست داره. اونا هیچ وقت درک نمی کنن، سر مسائل جزئی با من دعوا می کنند. خب کسی رو ندارم، پدر مادرم فوت شدن، من وابستگی شدید به همسرم پیدا کردم، خانوادهش خیلی کنترلش می کنن، هیچ امیدی به زندگی ندارم. از که ناامید شدم از دنیا و از این صحبت ها. خب من سوالم از شما اینه، شما که میگی شوهر من منو درک نمی کنه، آیا شما میتونی اونو درک کنی یا نه؟ ببینید وقتی شما هم قهر میکنی با اون یا اون با شما قهر میکنه، قهر کردن یک رفتار ناپخته اجتماعی دیگه، یعنی لزوم نداره شما قهر کنی با هم. ایشون قهر میکنه، شما قهر نکن. خب شما عادی باش، نه که بری التماسش کنی، نه چرا قهری، منت کشی کنی، خراب میشه. یکی دوتا شیوه رو میتونی پیش بگیری، ولی منت کشی، هی بخوای زنگ بزنی، هی پیام بدی، هی بری مثلا التماسش کنی، خراب میشه. خراب میشه یعنی اونو خرابش میکنی، یعنی مغزشو برنامه ریزی میکنی که اون با لوس کردن خودش، با قیافه گرفتن پاداش جذب کنه. خب یعنی داری بهش میگی که اگر قیافه بگیری من خیلی مثلا حال میدم بهت، اگر قیافه بگیری من خیلی تقویتت میکنم، خیلی بهت پاداش میدم، با بوس کردنت، با ناز کردنت، با حرف زدن، با منت کشیدن یه کاری میکنم که تو مثلا خیلی لذت ببری. در واقع داری اینجوری میگی دیگه. بنابراین کسی که قهر میکنه یکی دو بار بهش زنگ بزنید یا مثلا باهاش حرف بزنید، ببین عزیزان اینه، اگه دیدی چیز میکنی باش، نمیخوای، من که میگم بشینیم حرف بزنیم حلش کنیم، خواستی فردا بعد از او با هم صحبت میکنیم، نه که هیچی، من کاری ندارم که. خب ولی تو عادی باش، مثلا چای میز میزن میگی که چای هست میخوری بیارم، چون اینجوری نمیخوری باش خودم میخورم. خب عادی عادی، یعنی اصلا انگار اتفاق خاصی نیفتاده، بهش میگیم برخورد خونسا. نه هی التماسش میکنی، نه ازش فرار میکنی، یه حالت بینابین. خب پس یکی اینکه خودت باید سعی کنی که ایشون رو بفهمی و درک کنی، وقتی قهر میکنه خیلی بلالاش نذاری، به خانوادش خیلی نزدیک شو، با خانوادش رفیق شو اگه میتونی، با خانوادش دوست شو. من یه ویسی دارم تو این زمینه که با خانواده همسرم چطوری رفتار کنم، اونو گوش کنید. خب ولی با خانواده همسرتون در نیفتید. خب به هر حال ایشون به خانوادهش وابسته است، همونطور که تو به شوهرت وابسته، خب اونم به خانوادهش وابسته است. شما چند سال اومدید تو زندگی شوهرت؟ مثلا 10 ساله. آه چه، نه 28 سال اومدید، پسرت 27 سال است، پسر بزرگتون. خب شما 27 ساله، شوهرت چند ساله؟ 56 ساله که بچه این خانواده است. 56 سال کجا 27، یعنی تقریبا 2 برابر سن ازدواج شما وابسته به خانوادهش بود. چطور میخوایی بکنی؟ پس به جای اینکه بکنی مدارا کن. چطوری؟ نزدیک شو به خانوادهش. تکنیکی داریم میگیم محبوب 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 است، یعنی هر کسی که شوهرت دوست داره، تو هم اونو دوست داشته باشی یا اونا تو رو دوست داشته باشن،
شما هم محبوب میشی، شما هم عزیز میشی. یعنی اگه یه کاری کن که مادر شوهرت دوستت داشته باشه، شوهرت خیلی بیشتر بهت احترام میذاره. بنابراین با سیاست باش. مثلا جمعه میشه شوهرت نشسته بگو بلند شو خونه مادرت اینا. بابا چه آدمی هستی، مادره باید براش ارزش قائل شی. مثلا روز مادر میشه کادوی خوب براش بگیر. خب دو هفته ای سه هفته ای برای خانوادهش کادویی بگیر. رفتی اونجا خیلی خودتو به آب آتیش نزن، کار نکن، نقش کنیز و کزتو بازی نکن، ولی گاهی خود بلند شو یه مثلا بشقاب بشو، بعد برو به مادر شوهرت بگو بگو بشقاب رو شستم، نگران نباشی. خب ولی دیگه دست به سیاسفید نزن. خب اینطوری با سیاست خودتو جا کن تو دل خانواده شوهرت و سعی کن شوهرتو بفهمی. پکیج پذیرشو بگیر از خانم طالبی 206-17-64-87-401 206-17-64-87-401. این پکیج رو بگیری، 10 بار گوش کن. من قشنگ گام به گام با مثالهای متنوع گفتم چطوری میتونی تو رابطت آرامش، عشق، اعتماد به نفس، عزت نفس، شجاعت، همه اینها رو میتونی به ارمغان بیاری تو رابطت. بنابراین تو خودت باید به اون تجربه مایی یا پذیرش ایشون برسی، یعنی بتونی اونو بفهمی، درکش کنی. وقتی فهمیدی اونو، اونم تو رو میفهمه. خب وقتی ببینه تو انقدر زیبا، متین و قشنگ برخورد میکنی، درکش میکنی، کم کم رفتارهای زیبای شما در او تأثیر میذاره، او هم شما رو خواهد فهمید. پس فکر جدا شدن نکن که بخوای جدا بشی، نه. اگر تمام این راه هایی که گفتم رفتی، بعد نیست با یه روانشناسی مشاوری صحبت بکنی. احتمال داره یک سری ضعفایی داشته باشی، مثل وابستگی، خب خیلی باج بدی، خیلی جا اشتباه رفتار بکنی. ولی اگه خواستی جدا بشی، قبل از جدا شدن باید آماده جدا شدن بشی. یعنی چی؟ مثلا تو باید اینکام داشته باشی، باید درآمد داشته باشی، باید کار کنی، باید پول در بیاری. خب یعنی بتونی مهارت‌های رو در خود تقویت کنی، مثلا مزون لباسی، نمیدونم گالری لباسی بزنی، اگه تو کار خیاطی و لباس و اینا حرفه‌ای هستی، نه برو یاد بگیر، یاد نقاشی کار کن، آموزش بده، نقاشی کودکان مثلا کار کنی، آموزش بدی، عکاسی یاد بدی، نمیدونم عکاس بشی، دوره عکاسی، بالاخره نمیدونم شیرینی پزی، آشپزی، پیج اینستاگرام رو بندازی. من دیدم یه خانمی تقریبا بوده مثلا 300 هزار تا فالوور داشت، یه دختر کوچولو کوچولو ریزه میزه، اوه خدا تو منم درآمد داره، همین دختر 17 18 ساله کوچولو ریزه میزه، خب 300 هزار تا هم فالوور داره، همه‌شون هم اصلین، فیک نیستن، شیرینی خوشمزه میوزه میذاره، خب طرحهای قشنگ میزنه. به هر حال خلاقیت ما و توانایی های ما، اون توانایی هاتو بسنج، میتونه راهگشا باشه. توانایی هات، استعداد هات، اول یه کاری بکن، یعنی اول مستقل شو، آزاد شو، یعنی بتونی مستقل رو پای خودت بایستی. این کارم شدنی مثلا ممکنه 2 سال طول بکشه، اب نداره، شما بالاخره سال مثلا 1400 هم میاد دیگه، اینجوری نیستش که همش ما تو 98 بمونیم. پس برو روی در واقع استقلال خودت، آزادی خودت، شرایط اقتصادی خودت کار کن، مستقل بشی، قوی باشی، چون پول قدرت میاره. وقتی پول دار بشی قوی میشی، در واقع احتمالی که راحت تر بتونی بکنی هست. حالا من منظورم که همه این راه ها رو برو، اگه نشد بعد خودتو آماده کن، همجور خشک خالی میشه بی طلاق بگی، و طلاق بگی چیکار کنی؟ پدر و مادر که نداری، خب درآمد که نداری، چیکار میخوای بکنی؟ میخوای دوباره بری 4 روز بعد با التماس و خواهش برگردی؟ خب ضایع میشی. پس زیرکانه و با کیاست و سیاست و قدرت تدبیر و چاره اندیشی برو جلو، تدبیر بزن، مجهز شو به انواع اقسام سلاح ها برای مبارزه با مشکلات در آینده، مثل درآمد داشتن، مستقل بودن، آزادی داشتن، اینا رو چیز کن، علم و اطلاعاتی که به دست میاری، مهارت‌هایی که به دست میاری، بعد حالا میتونی برای طلاق اقدام بکنی. شاد باشید، با خدا باشید، تا خدا هست از هیچ چیز و هیچ کس نهراسید. به امید دیدارتون تا روز چهارشنبه. من فردا مشاوره حضوری دارم، زودتر باید از شما خداحافظی بکنم.
شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. از سایت ما www.drmamanian.com دیدن کنید انواع پکیج هایی که گذاشتیم، پکیج عشق تبدیلش یک طرفه دو طرفه، پکیج پذیرش، سیاست های زنان، انشالله مدیریت تضاد، زن کامل، خیلی عالیه انشالله، خدا بخواد مرد کامل هم بذاریم، زن کامل، اینها رو انشالله تهیه بکنید که بتونید به رشد شخصیت خودتون کمک بیشتری کنید. شاد و سرفراز باشید تا روز چهارشنبه.